من فکر میکنم اون روز که خمینی و رژیمش با ثبت نام مسعود رجوی علارغم سوال و تأکیدی که خود مسعود داشت که اگر میخواد بعداً حس کنید از الان به خاطر اعتبار رژیم خود شما ثبت نام نمیکنم، ولی خمینی مخالفت نکرد. به این دلیل بود که هنوز نمیدونستن که چقدر مسعود در دل مردم جا داره. اون روزا اونا فکر میکردن که بگذار مجاهدین تو انتخابات شرکت کنن تا برایشون مشخص بشه که حمایت مردمی و پایگاهی ندارن، ولی وقتی در عمل و در صحنه جامعه به تدریج مشخص شد که مسعود چقدر در قلب مردم جا داره، وحشت برشون داشت. در دوران کوتاه 11 ماهه بعد از انقلاب ضد سلطنتی تا اولین انتخابات ریاست جمهوری، از نیروهای انقلابی و دموکراتیک گرفته تا زنان که نخستین سرکوب شدگان حکومت خمینی بودند، تا اقلیت‌های قومی کرد و ترکمن و عرب، تا هموطنان مسیحی و کلیمی و زرتشتی، در صحنه عمل کارنامه مجاهدین و شخص مسعود رجوی را دیده بودند و این حمایت فراگیر در واقع چهره یک رفراندوم ملی به خود گرفت. در 23 دی ماه 58 مجاهدین یک میتینگ انتخاباتی بزرگ در زمین چمن دانشگاه تهران برای معرفی چهره کاندیدای نسل انقلاب تشکیل دادند. موسا خیابانی معرفی کاندیدای انقلاب را به عهده گرفت. موسا لنگر سازمان ما بود. او سالها با خود مسعود در زندان بود و در سالهای زندان همواره و همیشه یار و همراه او بود. مجموعه نیروهای حمایت کننده از کاندیداتوری برادر مسعود جبهه گسترده‌ای در برابر ارتجای حاکم تشکیل دادند.